آهنگ با هم گوش بکنیم. آهنگ پلیر ایت دیگری از زیروتونی وان جی و الیاز جی جی، سومین سینگل ترک آلبوم دیوان دویل، پرودوسر راد پرو. اوکی، موزیک ویدیو هم داره، بنابراین اینجا اینو ظاهر میکنیم. خب بزنیم. Mamma mia, mamacita, cachela, hola, ¿qué tal? Peleyere, habe de ver, peleyere, habe de ver, habe golosh, cosochere, peleyere, jo, habe de ver, peleyere, habe de ver, peleyere, habe de ver, habe golosh, cosochere. ¿Coresish ine? Peleyere, jo, habe de ver. هیچی نمیخواد تو جزفش. چه شات بدی بود. چی تو خیابون اینجوری میکنه با یکی مگه رونالدو طرف؟ این چه شاتی بود؟ شره پلیر خو پبده بره. هیچی نمیخواد تو جزفش. گول میزنی دخترها رو کسکش. زور میکنی با اینو خوش بشه. اونایی که حتی نمیارزه مفتش. هر شب و با یکی فه میکنی با حاله. پشت میگن چاقاله یه رو میدلا کاره. برو بچه خاصی بیام بشم ماماره. جمعت کنم هر ببین تا همینجا 48 ثانیه از گوش دادیم، بدترین چیزیه که من از زیروتونی وانجی شنیدم. چرا؟ چپه یه کشتم مثل ای تی ام حالا دایرکت باز بشون بده. هی دقیقا همین سهله بود، استوری کرده بود. ای وای بیم تو که مهم نی برات یارو تو چه وای بیه یا اصلا چه تای پیه تشیه چای ویه هر کیو تو جمع. حاجی وای لیو از فاک حاجی، برات مهم نیست چه تایپیه تشه چای بیه. ای وای چرا چرا ای وای آی وی هر کیو تو جمع میبینی پی آیدیشی همه تو کلوز فرندت هم مثل آیلیشی دور تو پر همه تو کلوز فرندت هم مثل آیلیشی. ای خدا میدونید داستانیشه دیگه، بیلی آیلیش اومده همه رو گذاشت کلوز فرندش، فالوور زیاد گرفت، همه فکر کردن چه خبره. کن بشی خالی من که پیچیدم دیتر سریالی. ای پلیر او پبده بره پلیر پبده بره همه قلاش ای کسو شره پلیر خو پبده بره. پلیر خودش ایده باحاله ها، اجرا نیم از ده. ایده اول خوبه، پردازش درست حسابیش نشده، تکست چجوری باشه اینا. کورسا میتونه سوپر هیت تو این زمانی که انقدر امیرها و پسرها پرنسسن و پسرها حولن و این داستان پره تو اینستاگرام، یه موج ترندیه، با همچین ایده ای میتونی 2 میلیون ویو بزنی. یعنی کورسا خیلی این میشد بهتر درات که همه این دخترها و همه این مدل ها همه بذارن اصلا چالش برن باش، میدونی پتانسیل. خب رپر خانوم هم که ما کم داریم اصلا، و خب از داستانایی که اونا دارن و اینا بگه اونا فلکس کنن ترند بشه. خب این که همون داستاناست که دارن دیگه، دوست بذاره خیلی اولا. ولی چی در اومد بس این چرا پلیر فیت با یه فیت با جی جی مثلا، این بعد دو تا قانون می بودن پلیر. ولی یه دلیلی داره میگه هر دکتری ببری بیماره جنسیه حسیه، هر کسی زدم الان بستیه دوستات میگه هر کسی زدم الان بستیه. شرایط دوست شدن با من رخت خواب جه خطریه معلوم نی که هشریه بیبی خیلی وقت منو میشناسی 180 نزدم 6 تا 30 ولی من 180 نزدم 6 تا 30 6 تا 30 تایی زد. اوکی هرچی پلن میچیدم بعد چند رو پیچیدم نمیدونی چی دیدم آره اینا نشون میده تجربه. این زیر نوتا بغل هم چیده شدن فاز، یعنی ملودیه فاز چیز رو من میداد، یکی کمه چون درست یا نه
نمیدونم توهم زدم بعد چند رو پیچیدم نمیدونی چی دیدم آره اینا نشون میده تجربه نمیتونه زیاد لج کنه وقتی تولدش میبرم ای سنتروپه فش فش شامپاین و بعد هتل با کسی نمی فش فش شامپاین بعد هتل کنم عوض یک وجب تو اونا رو میکنم میدم هد فقط به تو تاکسی برای اونا میام آهنگ کثیفیه به شدت کثیفه هی عقب تو خسته نمیشه جی بغل تو هیپنوتیز ریتم تو تموم میشی مگه نکنم من چیت به تو نذاشته باشم من تنفر چیز نمیشه انتخاب مدل چقدر بده حالا اون خانومه که لباس صورتی پوشیده و که این یکی چرا تو رو دوست دارم البته ما می‌خواستن نشون بده با هر چی میره ها دارم هم تنوع اگه هر شبم خونه داری خاویار می‌خوری بعضی روزا حواسه یه شاورما می‌کنی اکتای پسر چقدر کیرینجه چقدر اکتای پسر کیرینجه حاجی او پبده بره پلیر پبده بره همه قلاش ای کسو شره پلیر خو پبده بره پلیر او پبره پلیر پبده بره همه قلاش تنها نقطه مثبت کار بیت بود و تنها نقاط مثبت بیت و ایده و کیفیت ویدیو میدونی دوربین خوب آوردن جای خوب رفتن لوکیشن خوب رفتن همین لگد زد بهش واقعا یکی از بدترین چیزهای پروژه‌ای بود که تا حالا دیدم تو رپ فارسی الان مختصه یعنی تو این کیس چون اتفاق جدید بوده با خانم گندم و خیلی دیگه که این کار میکنن آقا زمانی که شما میان یه سیاست میچینین و جواب نمیده و همون بار اول که دارین یعنی همون ثانیه که میاد همه میفهمن همه که حالا 90% میفهمن چرا انجام میدید با خودتون مشکل دارید میخواید مردم بهتون بخندن گندم چند وقت پیش اومد یکس دعوا زدم جرش دادم فلان اینا مال موزیک ویدیوش اومد بهم خیانت کرده رفت تو فاز فیلم و فلان و یه فیلم گذاشته بود که اصلا واضح بود دادش اگه خیانته تو صورته یا روی بعد هنوز داره کارشو میکنه و لباس هم تنشه بعد آقا تو خیانت تو داد میزنی پد از سگ فان گوشیو میزنی سوانه میشه فیلم بگیری استوری بذاری که بعد مشخص بود نتیجهش هم شده حاشیه مثلا ایجاد شده 33 کی ویو چرا مشکل با اعتبار خب این که مردم میگن اینا چوپان دروغ هن بابا اگه میخواین کار اینجوری هم بکنید باید فکر شده باشه دیگه نه انقدر دم دستی مردم گاف نیستن که من نمیم چرا واقعا چرا این کارو میکنید دلیلش چیه فقط بجز این که یه حرفتون خریدار نداره واسه کسی بجز این که حاشیه هاتون کم اهمیت تر میشه از اون چیزی که هست چرا دلیل چیست من واقعا نمیفهمم داداش یارو پا میشه میاد میره اونجا حامله شده میاد میگه من حامله ام بعد یه آلبومشو میزاد نمیاد بگه شوهرم بهم خیانت کرد که چیکار کنم اونم شوهرت که معلومه کیه یعنی چی میگم حالا مثلا یه آدم سلبریتی بود همه میشناختن اوکی یه اتفاقی بیفته همه میخوام ببینن او چی شد ولی وقتی انقدر واضحه چرا بعد حداقل یه استوری به یک معلوم باشه من نمیدونم یا اینا یه تیک میخوره آ این کارو بکنیم باحال بابا یه فکری یه چیزی اونور مثلا ویکند کلی وقت میذاره هی با صورت بامپیچی تصادف فلان اینا صورت هم مثلا اینجوری کردم بعد با اون کرکتره میمونه حرکت با حاله داره یه کرکتر میسازه الکی نمیاد که یه فازشو بگیره بچه ها غذا لوبیا داریم غذا قرمه سبزی بود این مال موزیک ویدیوه چی؟ میدونی چی دارم میگم؟ خیلی فوله وقتی همه اصلا ولش کن علیرضا جی جی و زیرو تونی وانجی هن فازه مثلا کامیار بامداد و اون یکی کامیاره و اینا دیدین پوری تیجه یه فکر کنم اینا حس کردم داشتم این پروژه از اونا میدیدم نه دوتا آرتیست خوب